ولی میتونه گم شه، میتونه آتیش بگیره، میتونه رنگش بره. دقت داشته باشین که این ریسکا رو داری، همه اینا ریسک داره، فقط باید دقت داشته باشین که به هر حال تو این بازار دیگه خیلی مفت یه همچین اشتباهاتی انجام نشه. خب این مربوط به کیف پول کاغذی بود. من در خصوص کیف پول خدمتتون عرض شود وبسایتی میخوام، وبی که گفتیم این مقدار ریسکش بیشتره، ولی مای اتر والت از همه بهتره و کلی هم توکن ایجاد برامون میتونه ذخیره بکنه. از همه مهمتر که ما برای ردیابی اترا اومدیم رفتیم روش ازش استفاده کردیم دیگه. ببینید ما میتونیم بیایم از مای اتر والت استفاده کنیم، بهترین کیف پول برای ذخیره اتر و توکن های مرتبط بر بستر بلاک چین اتریوم. با 0x شروع میشه و ترکیبی از اعداد 0 و 9 و حروف A تا F، 42 تا کاراکتره و عملا میشه 2 به توان 160. و اینجوری که پیش بینی کردن میگن اگه یه نفر بخواد هر ثانیه یه آدرس بسازه 13.2 میلیارد سال طول میکشه تا تمام آدرس ها که توی همین خدمتتون عرض شود مای اتر والت هست رو بتونه ایجاد بکنه. و خب میدونید این کار اصلا خیلی عجیبیه و میگن اگر تا 10,000 سال دیگه بلاک چین زنده بمونه، احتمالی که یک آدرس به 2 نفر تخصیص داده بشه نزدیک به صفره. اینا از باب این که یه مقدار امنیت داستان برای شما بره بالا، خیالتون راحت‌تر بشه که از اینا میشه استفاده کرد. من میخوام برم سراغ ساخت کیف پول مای اتر والت. اگر کسی سوال داره رو موضوع قبلی بفرمایید که من پاسخ بدم. بله اجازه بدید من صفحه رو باز کنم. بفرمایید میکروفونتون بازه. میکروفون شما بازه، میتونید استفاده کنید. اون روی میکروفونتون بزنید دکمه. بله بله صدای منو دارید؟ الو صدای منو دارید؟ وقتتون بخیر بشه. خدمتتون عرض کنم که بعضی از کیف در واقع ولت ها ظاهرا امکان معامله توش هست، درسته؟ یعنی یه حالت در واقع صرافی هم، یه صرافی کوچیک. خب این ضریب امنیتیش پایین نمیاره؟ میشه بهش اطمینان کرد؟ نمیشه. ببینید بحث ضریب امنیتی بیشتر بابت اینه که بتونی نفوذپذیری روش انجام بدی. بله بله بله. مثلا یه کیف پول بود که چند جلسه پیش بهتون معرفی کردم، درگاه هم داشت، کوین پیمنت، کوین پیمنتز اس داره که البته الان یه چند سال، 2 سالی هست فکر میکنم به ایرانی ها سرویس دیگه نمیده، اما اون تو قابلیت اینو داشتین که شما چند تا ارزو داشته باشین به هم بتونید تبدیل کنید، یه ریتی ازتون میگیره. بله. و خب این هم یه بیزینسی برای کیف پول. بعد الان من 2 تا مورد رو قبلا کار کردم، ترون لینک بود و تراس والت بود. اینها چیزی نداره یعنی میخوام مشکلی داره یا نه؟ تراس والت فوق العاده باشه، کاری انجام میدم. ترون لینک چی؟ اسم رسمی در کردن؟ آره من با ترون لینک کار نکردم، سابقه ای رو ازش ندارم، باید قاعدتا ریویو ازش بخونم تا بتونم اصلا نظر مستقیم کنم. ولی که این وبیا شما تراس والت و مای اتر والت و اگزودوس و هر چقدر که حالا جکس هم تو اپلیکیشن یا اینا کیف پولای خوبی هستند که همه میتونن ازش استفاده بکنن. من موردی ازشون نشنیدم تا الان. اوکی دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. سوال دیگه ای هست دوستان؟ من وقت شما بخیر. بله آقای جوادی پور میکروفونتون بازه میکنم. دارین صدای منو؟ عرض کنم خدمتتون که بعضی از این صرافی ها ظاهرن با همه آدرس های صدای شما رو دارن؟ یه کیف پولا کار نمی کنن. این درسته یا نه؟ ممکنه با همش کار کنن؟
این نکته آدرس مربوط به همون بیت کوین میشه که روی اون آدرس های سگویته که بعضن بعضی کیف پولا اوکی ساپورت ممنونم میکنن. همیز. بله فرمای شما درسته. از دوستان دیگه سوالی هست؟ من صحبت دوستانی که تموم میشه میکروفونشون رو قطع میکنم تا مشکلی برای نفر بعدی پیش نیاد. اگر سوالی هست من پاسخ بدم، در غیر این صورت برم سراغ آموزش مای اتر والت. خب دوستان دارن یادداشت میکنن، من منتظرم جواب نهایی رو بدم خدمتشون. لینک هایی که گذاشتم در قسمت بالای صفحه، آقای مهندس یوسفی زحمت کشیدن لینک ها رو گذاشتن، bitaddress.org هست که اینجا مشاهده میکنید. من وارد سایت، سوالی نبود دیگه، من وارد سایت مای اتر والت بشم. همین مای اتر والت رو که جستجو بکنید به راحتی میتونید اینجا وبسایتش بیاد بالا. من این رو برای شما هزینه اکسچنج در کیف پول بیشتره، احتمالا یه مقدار بیشتره به خاطر اینکه شما نیاز دارید که یه بار چنج کنید ببرید روی صرافی، رو اون صرافی تغییر بدید و بعد دوباره مثلا برگردید به کیف پول. یه جوری حساب میکنه که شما براتون بصرفه که توی همین پلتفرم انجام بدین، خیلی هم خودتون رو درگیر نکنید. به هر حال یه قابلیتی اضافه کردن که شما میتونید ازش استفاده کنید. البته همه کیف پول این ظرفیت ندارن. دقت داشته باشین روی مای اتر والت شما امکان اتصال کیف پول سخت افزاریتون رو، یعنی کولد والت هاتون رو به این دارید که آدرس ها رو بگیرید. دقت بکنید اینو از به عنوان توصیه کاربری شخصی به شماست. کیف پول سخت افزاری گرفتی، تمام این آدرس ها رو درست کن، همه کوین و توکن هایی که باش داری کار میکنی دیگه، 5 تا 10 تا بیشتر که نیست سبدتون دیگه، اینا رو توی فایل ورد بذار، یه نوت پد بذار، سیو هم بکن یا تو ورد بذار، روش هم لایک کن که دیگه تغییر سهوا تغییرش ندی. هر موقع خواستی به این کیف پولت واریز بکنی یا به کسی بدی که چیزی واریز بکنه، بهترین راه چیه؟ از اون فایله بزن دیگه وارد کیف پولت نشه. هر چی کمتر وارد کیف پول سخت افزارتون بشین بهتره. ضمناً بالانستون رو به راحتی میتونید، اون حالتی بود رفتیم سراغ کیف پول ثروتمندا، بهتون گفتم که تو اون کیف پول ثروتمندا چه جوری میشه آدرس و در آورد و ترانزکشن ها شدید. شما فقط کافی آدرستون تو تولبار بارا بزنید، سرچ بکنید و وقتی سرچ کردین سابقه ترانزکشن و بالانستون و آخرین تغییراتی که توش دادین رو بهتون نمایش بده. خب من برم سراغ این، صدای پسر من بود داشت حمله میکرد بیاد اینجا که ببینه چه خبره و دیگه نذاشتن بیاد دیگه، شما هم صداش تو بک‌گراند میشنوید. جذابیت داره دیگه لپتاپ دیگه، مثلا من هر موقع میشینم پای کامپیوتر احساس میکنم از یه جایی یکی داره میاد بالا که ببینه چه خبره و کیبورد رو بگیره و شروع کنه کمک کردن. جلسه اول فکر کنم دیدینش دیگه، اومد تو اتاق و وسیلهش رو برداشت و رفت. خب یه مزاح کوتاهی کردیم. مای اتر والت رو تایپ میکنید بالا، به این سایت با این صفحه میاد، زبانهای مختلفی داره، حالا روسی هم میتونید چنجش بکنید، اطلاعات کلی در موردش میده و حتی میتونید ازش هم اتریوم بخرید. روی سخنم با دوستانی که بحث اکسچنج هم داشتن. خب اینجا میخوام یک کیف پول درست کنیم. ببینید هم پلی استوری داره، هم اپ استوری داره، هم گوگل پلی داره که دوتا سیستم عامل آی او اس و اندروید رو ساپورت میکنه. میام اینجا، من اکسس نمیخوام الان، میخوام کرییت بکنم. روش کلیک میکنم، یه صفحه باز میشه. تو این گفته نیو والت میشه مای اتر والت، این ام ای دبلیو مخفف اینه. روی اینکه کلیک بکنم امکان اینو میده یه این اپلیکیشنش رو دانلود کنم. این اپلیکیشن بسیار اپلیکیشن قوی و خوبیه، نگرانی نسبت بهش حداقل. میان روش کلیک میکنه، تو دو سه مرحله ازتون نام کاربری میخواد و تمام.
یکی بای کی استور فایله، به شما این امکان رو میده. شما یه پسورد اینجا، مثلا من یه پسورد همینجوری میزنم، برام مثلا گفته این استرانگ. تو مرحله بعد میرم، به من این امکان رو میده تا اون کیستوره رو برام، اون کیستوری که تو ذهنم هست و